حمید فولادوند شهیدی که تمام قد پشت مردمش ایستاد. وقتی حکومت میخواست قتل مهسا امینی رو بپوشونه و مردمی که در برابر این جنایت قیام کردن رو ساکت کنه، تو اونی بودی که به اعتراضات مردمی پاکدشت پیوستی و نوشتی تمام قد پشت زنان وطنم می ایستم. این آخرین استوری از آخرین روز زندگیت بود حمید جان. تازه داماد 30 ساله کشورمون که با رگ جوشیده از غیرت بختیاری جان خودش رو برای وطنش فدا کرد. مزدوران حکومت جنایتکار روز 30 شهریور 1401 گلوی تو رو نشونه گرفتن تا فریاد آزادی خواهید رو خاموش کنن، اما تو جاودانه شدی. حمید جان، چه خوب که پدر و مادرت در قید حیات نبودن و گلوی تیرخورده تو و پیکر غرق در خونت رو ندیدن. اگر عزیز جان و آقا جانت بودن، غم از دست دادن تو رو تاب نمی آوردن. میگن دلتنگ مادرت بودی، شیر همون مادر، حلالت شیر مرد. چه زیبا چشمانت رو بستی و چه پر افتخار پرکشیدی به آغوش پدر و مادرت. عزیز دل همه خواهر برادرها و تحت قاری و دردونه همه، تو با مهربانی و با خنده های همیشگید و تکی کلام دورت بگردم همه رو شیفته نجابتت کرده بودی. ای کاش همه شهر میتونستن لحظه خدافزی و به خانه ابدی رفتنت رو ببینن و بدرقت کنن. اما حیف که چه غریبانه به خاک سپرده شدی، چه غریبانه نذاشتن کنار پدر مادرت دفن بشی، چه حیف که صورت مثل ماهت رو نشد که ببینی. خدا صدای ناله هات رو شنیده وقتی که داشتی بی جون در راه بیمارستان لب میزدی و زمزمه میکردی و میپرسیدی به بیمارستان میرسیم؟ خدای تو از رگ گردن به تو نزدیکتره، از همون رگی که تمام خونت ازش جوشید. مبارک باشه شهادت افتخارت. حالا که تمام قد ایستادی، تمام قد پشت خون بیگناهت نیستیم، پشت تو که حالا در تک تک ما زنده و حاضری.